چطور این برابر بالاخره نوبت رسید به ویدیوی متای هفته سیوشه بی آخرین پچی که تا الان داشتیم یعنی بهترین هیروهایی که توی هفته سیوشه بی توی همه رول ها میتونید پیکش کنید از نظر من و بر اساس آماری که الان هستش هم توی دوتا هم توی ترین دوتا, پلاس و هم از سایت دوتا تو پرو ترکر من همه اینا رو چک میکنم دیگه این سایت دوتا تو پرو ترکر هم بهتون نشون بدم اینجا همه چیز رو میتونید اینجا ببینید البته این فقط برای پرو ها و مثلا کسایی که چه میدونم ده کی به بالا اعمارشونه پلیراش رو میاره اینجا میتونید هیرو رو سرچ کنید ببینید چی به چی حالا اونم جداگانه بهتون توضیح میدم مهم نیست ولی خواستم بهتون بگم این که الان تو این ویدیو دارم بهتون میگم بر اساس آماره و یه مقداری نظر شخصی من و تجربه من لزوما هر هیرویی که وین ریتش بالاست رو من معرفی نمی کنم برای همه برای افراد خاص شاید خوب باشه و لزوما هر هیرویی هم که وین ریتش پایینه نمیگم بعد ممکنه یه سری افراد با اون هیرو بتونن خیلی خوب وین بگیرن من ترجیح میدم بهترین چیزی که بتونن همه ازش استفاده کنن اون رو معرفی کنم و در واقع هدف من اینه که بیشترین تعداد ممکن آدم اوریج بتونن از این ویدیو استفاده کنن خب من یه کاتگوری جدا برای هفته 36 بی درست کردم که یه همچین چیزی میشه اگه دقت کنید ویدیوی قبلی که ساخته بودم در مورد بهترین هیروهای پچ که همین بالا هم براتون میذارم بالا برای پچ قبلی خیلی شبیه اون منتهای سری تغییرات کرده یه سری هیرو حذف شدن یه سری هیروها اضافه شدن مثلا مثل آرک واردن یا یه سری هیرو هست شدن مثلا مثل دیسراپتر یا مثلا وین رنجر آفلین اضافه شده خالصا حالا اینا رو بهتون میگم که چی به چیه فست ها رو من توی اونیکی ویدیو صحبت کردم پس حتما یه دور به اون ویدیو رو ببینید اگه دوستشید توی این ویدیو همچنان بهتون میگم که چرا یه سری هیرو بهترینن جای یه سری هیرو هم عوض شده یعنی مثلا آبادون رو من رو همه گذاشته بودم اول چون اون موقع واقعا آبادون خیلی خفن بود خودم باش خیلی وین گرفته بودم ولی میگم الان یه سری جا شده الان همچنان لایف استلر قوی ترین کریه پچ هست خیلی از کری ها اصلا اومدن برای اینکه لایف استلر رو بزنن هیرو ها متا شدن برای اینکه لایف استلر تاینی هیرو این شکلی بزنن همچنان بد نیستن این لایف سلر تی ای تاینی و سی جز بهترین کری های پچ هستن وین رنجر به نظر میاد که توی رنگهای بالاتر نه رنگ های پایین تر توی رنگهای بالاتر مثلا دیگه 6 7 8 کی پلاس پیروی خوبیه دوست ندارم همون اولم بذارمش چه زرم میخوام بذارمش اونورتر چون میگم برای رنگهای بالاتر وین ریت بهتری داره آبادان کری همچنان فکر میکنم خوبه البته هرچند باز آبادان هم یه ذره بیاد عقب تر خصوصا تو رول کری ولی ویور ونج اورسا فوقلادن توی این پچ ویور تقریبا همه لاین ها رو چه با ساپورت چه با کریش میبره از وقتی شکوچی و اون دابلتک ها همزمان داره شده این ایتش و خصوصا میگم این اسلوه یه چیزی که فیریه قبلا نداشت توی قبل از هفته 36 علامش اضافه شده ونج همینطور این فست میلیش به خاطر بیس اتک تایپش که میاد پایین اتک سپیش سریع میشه میشه فوقلاده است آیتم آقانیم روش این باه ونج هم هم توی کری هم توی آفلین وین ریت فوقلاده ای داره وین ریت فوقلاده ای داره اونم با فست همین حالتش که میلی میشه سول استرایکش در واقع اورسا همینطور جو فستاش خوبه یه چیزی بهتون یاد بدم برای اینکه مثلا بیاید ببینید اورسا کری آقا پروفشنال پلیرها چیکار میکنن میگم حالا خصوصا اونایی که رنکتون بالاتره کافه بیاید این سایت دوتا تو پرو ترکر اورسا رو چ... ارسا رو سرچ بکنید الان با هم دیگه یه دور نگاه میکنیم ببینیم آقا مثلا مید لین نه مثلا کری بیایم کری رو نگاه بکنیم آقا میگه بیشترین پیک ریت 54 درصد این فست اینکه 50 درصد دمیج ابزورب دیر این ریج کاور تو دمیج اینو میگیرن ارزم uh, به حضورتون که 45 درصد حالا این دیبافر رو میگیرن یعنی 54 46 اینطوریه و 45 و 9 بود 54 46 جفتش رو انگار دارن میگیرن وین uh, ریت راستیه بیشتره ولی خب ملت بیشتر دارن چپیه رو میگیرن این حالت دمیج این ریجش رو دارن میگیرن جفتش به نظر میاد خوبه پس اگر یه ذره توی ها شک کردین توی دوتا پرو ترکر بیاید نگاه کنید ببینید پروفشنال پلیر دارن چیکار میکنن و حالا اگر نظر شخصی خودتونم به یه پلیر استایل کاملا نزدیکی که خب اصلا همون نظر شخصی خودتون احتمالا گزینه خوبیه برای شما میپو آکواردن الان میپو یه سری نرفا گرفته من دیگه توصیه نمی کنم تو همه رولا همیشه بازی کنید دیگه واقعا به نظرم کری مید آفلین اونم تازه بیشتر کری بعد مید بعد آفلین و الان هم دیگه چون اچ کمتر میگیره 80 85 درصد استات شیر میکنه دیگه دو تا دراگون لنس خیلی بهتر شده نسبت به قبل قبلا دراگون لنس دیفیوژال خیلی میخریدن یا دیفیوژال یه الان دو تا دراگون لنس به نظرم واقعا روی میپو بهتر شده الان دیگه اگر م... کنترل یونیتتون قوی نیست توصیه نمیکنم بشینید میپو یاد بگیرید مثل اون پچ ولی اگر اون پچ نشستید یاد گرفتید هنوزم به نظرم میشه باش وین گرفت و هیروی خیلی خوبیه آرک واردن جدیدن اضافه شده و ملت دارم باهاش خیلی بازی میکنن و حالا فصلت رو هر کدوم که راحتین این هم میتونیم الان مثلا بریم دوتا پرو ترکر با هم دیگه چک بکنیم آرک واردر مثلا ببینیم پروفیشنال پیرافی کنم اون حالت دایرش رو بیشتر میگرفتن یعنی 90 درصد دارن این دیسوردر رو میگیرن اون حالتی که قبلا دایر بود اون موقع هم تو دایر همه آرک پیک میکردم الان هم اینجوریه یعنی 10 درصد ملت میان اوردر رو میگیرن 90 درصد دیسوردر رو میگیرن پس اینجا مشخص میشه یه کامل یه فست به اون یکی برتری داره اینا رو چک بکنید دیگه من همه رو حالا دونه دونه نخوام توضیح بدم راجع برود کری اخیرا داریم خیلی زیاد میبینیم برود کری خیلی خیلی داریم زیاد میبینیم باز این را هم چک بکنید برود مید برود آفلین وین ریتش هم هم توی رنگ‌های بیشتر بالا میتونم بگم خوب بود 51 درصد 50 نه آره تو رنگ‌های پایین درست گفتم تو رنگ‌های پایین حالا برود خیلی وین نداره برای کسایی که باز مایکروشون خوبه کلا میپو آک و برود برای کسایی که مایکروشون خوبه الان زمان خوبیه برای اینکه بازی کنید به نظر من نتیجه میگیرید آبادان همچنان مثل اون ویدیو قبلی میگم فوق‌العاده است به نظر من فسط کولاین cool خوبه شیلش گیریفه به درد نمیخوره و اما وین رنجر که گفتم اخیرا خیلی دارن خصوصا با این فستش بازی میکنن تال ویندش هر بعضی وقتا این یکی هم میگیرم ولی من کلا اینو بیشتر دوست دارم الان دارم وین رنجر رو کری و آفلین جدیدا پیک میکنن حتی یه میدلین ریتکینگ دیگه من واقعا توصیه نمی کنم برای رنگ های بالا برخلاف اون پچ که خیلی قوی بود الان تو رنگ های پایین اگه دقت کنید خیلی وین ریت داره یعنی 58 درصد 56 55 همینجوری رنگ میاد بالا وین ریتش هم میاد پایین 54 51 تا اینجا دیگه ایمورتال ها اینا اصلا روی رنگ 7K به بالا میشه 47 درصد اینا وین ریتش یعنی واقعا وین ریتش خوب نیست تو رنگ های 7K به بالا و اینا ولی Uh, هر چی رنکتون پایین تر باشه میگم احتمالا با کینگ آدز موفقیت بیشتری دارید uh, باز میگم پرو پلیر ها اکثرا این فست اکس... ا... اسپکترال بلیدش رو میگیرن ولی من خودم همچنان میگم این اسکلت رو بیشتر دوست دارم به خاطر فارم شیرو فارم نداره به اون صورت uh, خصوصا اگه لاین رو نتونه بزنه ارزم به حضورتون که جدیدن سایلنسر کری هم خیلی پیک میشه حالا نمیشه الان از وین ریت دوتا پلاس خیلی اعتماد کرد به خاطر اینکه ساپورت و کور و همه چی رو با همین داره نشون میده ولی باز سایلنسر هم هرچی رنگ پایین تر باشه احتمال وین اینجا بیشتره میتونم اینو بهتون اینجا نشون بدم سایلنسر کری واقعا من سایلنسر کری های خوب تو رنگ ایمورتال های ایمورتال بالا هم دیدم میشه بازی کرد الان واقعا خوب شده و اما بریم سراغ یکی از اوپی ترین هیروهای این پچ شادو فیند باشه شادو فیند مجیکال شادو فیند اتکر اصلا نیستم به نظرم شادو فیند مجیکال شاید اوایل پچ میگفتم آقا جفتش خوبه اینا اگه دقت کنید اصلا از کریا ورداشتم شادو فیندو فقط گذاشتم مید فقط هم فسط مجیکش رو دوست دارم شادو ریزش رو دوست دارم و اه... کلا بیل مجیکش به نظرم خوبه لشراک این ستا امبرس... اه... امبر اسپیریت ها امبر استورم و وید اسپیریت خوبن ارت اسپریت نه که بد باشه بعد ارت اسپریت باز باشید نمیارزه به نظرم بشینید یاد بگیرید ولی واقعا امبر استورم اینا وین ریت های خیلی بالایی دارن میارزه تاینی هرچی برای کری جواب میداد برای مید هم جواب میده همچنان میپو آرک برودو که بهتون توضیح دادم ماکروتون خوبه خوبه تمپلار نه به خوبی پچه قبل ولی هنوز هم برای میدلین میتونید استفادهش کنید هنوزم جوابه این وکر همینطور این وکر من این فست الیتیستش رو خیلی دوست دارم این آگنوستیکش رو اصلا دوست ندارم به خاطر اینکه هر سه تا چیزی که بهتون میده برای اتکه یعنی هر سه تاش شما قوی میکنه چه کواسش چه اگزورتش چه وکسش و خیلی چکاری به اسپلاتون نداره و نمیتونید همزمان از همه اینا بهره ببرید یعنی یا بعد به خودتون دمیج بدین یا بعد اتک اسپید بدین بعد خب جفتش یه کار داره میکنه جفتش داره اتک شما رو قوی میکنه در سطحی که این یکی وکسه به تو موو سپید میده اگزورته لمپ میده اون یارو کیو لایف سیل میده هر کدوم یه کاری براتون میکنه که خیلی به درد میخوره واسه همین من این یکی فسدش رو واقعا خیلی بیشتر دوست دارم حتی سعی کردم با این بازی کنم به نظرم اصلا پلیبل نیست و بی خوده. این یکی خیلی بهتره حالا باز خودتون میتونید از دوتا پرو هم چک کنید که چجوری میگیرن اکشولی بعدم نمیاد خودم کنجکاف شدم که ببینم این ووکر رو دارم پروفشنال چون به نظرم واقعا این فستش بده یه چند تا کامنت داشتم میگفتن نمیدونم بازی ولد نیستی همه دارن اون یکی رو میگیرن فلان ولی نه آره 60 درصد پلیرها ها دارن الیتیست رو می... الی رو میگیرن همین فستی که من گفتم رو میگیرن و اون 40 درصدی هم که دارن میگیرن وین ریتشون 48 درصد این وین ریتش بالای 50 این زیر 50 خوب نیست واقعا خوب نیست یعنی دو تا پرو ترکر هم به نظر داره حرفا رو تایید میکنه بگذریم بگذریم البته من آره دیگه همون هیچ خواستم بگم برای میدش رو چک نکردم که الان نگاه کردم میدش دقیقا همون خیلی فرقی نمیکنه ویسج برای میدلین فوق العاده است اگر ویسج باز هستید اگر ویسج باز نرید با این فستش بازی کنید اگه میخوایم با این بازی کنید هیرو رو بازی نکنید بهتره. همین ارزم به حضورتون که نه ببخش اشتباه گفتم <applause> با دومیه دو بازی نکنید با اولیه که Grave Chill Also Effect Units Around the Target این العاده است همینو بازی کنید این دومیه دو رو اصلا بازی نکنید اودی فوق العاده است اودی هم میگم اودی فوق العاده بود الان نمیگم حالا به خوبی پچ مثلا خیلی قویه اون اوایل خیلی قوی بود وین ریتش دیگه مثل اون نیست ولی هنوز خوبه اکثرا راستیه رو را میگیرن اکثرا این فستی که نمیره رو میگیرن نه که چپیه قوی باشه چپیه دمه جات خیلی خوبی داره راستیه بیشتر باعث میشه که اودی نمیره ولی خب تجربه نشون داده که اودی اگر نمیره دمیجش کافیه به حال جفتش خوبه من راستیه رو بیشتر دوست دارم و نکروفوس که دیگه نکروفوس رو اگه بتون نشون بدم تو رنگ بالا وین ریتش اومده رو 48 درصد ولی هرچی رنگ میره پایین تر که وین ریتش دوباره میاد بالا یه سری هیرایی که تو لیست گذاشتم تو رنگ بالا جوابن تو رنگ پایین جواب نیستن مثلا مثل وین رنجر. یه سری هم برعکس تو رنگ پایین جوابن تو رنگ بالا جواب نیستن مثل نکروفوس یا ریتینگ البته به این معنی نیستش که آقا پیک نکن یا میگم اگه مثلا چه میدونم خیلی نکرو بازی و رنگ تام مرتاله پیک کن وی میگیری ولی دارم به صورت عمومی میگم برای اینکه یکی بخواد یه هیروی شروع کنه یاد بگیره الان خیلی درصد خوبی توی رنگ‌های بالا نکرو نداره داره توی رنگ‌های پایین خیلی بیشتر نتیجه میده بر آمار و اما بریم سراغ آفلاین بریم سراغ آفلاین آبادون همچنان من فکر کام خیلی خوبه هرچند که بیشتر وین ریت این پچ الان خصوصا 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 توی رنگ‌های بالا انیگما من آبادون رو یه ذره بیارم عقب‌تر رو شو بخواید آره اینجا خوبه مثلا انیگما دارکسیر خصوصا توی رنگ‌های بالا بیشترین وین ریت ها الان دارن تو دو تا پرو ترکر ترکوندن پنج اصلا دو تا پرو ترکر همینجوری دیفالت لود میکنید اولین هیرویی که بهتون ساجست میکنه اول انیگما بعد ویچ داکتر بعد دارکسین این سه تا آفلاینرن بیشترین دو تا تو پرو ترک ریتینگ رو دارن و فوق دیگه هم این فستش خوبه هم این فستش خوبه معمولا ملت بیشتر این فست دمیج بخوری ایدولوم میگیره رو میگیرن اما چپیم واقعا بد نیست به خاطر اینیت انیگما فوق العاده است دمیج مفتی که یارا دوربرت میگیرن بعد هیروی که خودش گاردین گریوز میخره ولت میخره درام میخره خودش آیتم‌های آورایی میخره بی بی کنترل داره اگر انیگ با پلیر هستید خصوصا رنگتون بالاتر ال بذارید تو ترندش تو رنگ های هم چک کنم 51 50 آره تو رنگ های پایین تر همچنان مثبت 50 ولی کمتره تو رنگ بالاتر خب دیگه خیلی بیشتر یعنی تو رنگ پایین تا این هیرو قویه انیگما دارکسیر فوقلادن دارکسیر هم این فسط هم راستیه هم چپیه قویه این چپیه لینش رو خصوصا خیلی قوی میکنه که شما استاتی که میگیرین همه چی باش میگیرین دیگه استرنگ میگیری باش اینتلیجنس میگیری اتک سپید هم میگیری همه چی میگیری یه سولرینگ میگیری یه بریسر کلن هیرو لاین تموم میکنه قبلا خیلی ضعف لاین داشت دیگه دارک سیر. الان دیگه با این فصل چپی اصلا ضعف لاین رو نداره و خب تو گیم هم که ایمپکتش وحشتناکه هلم حتی میشه باش خرید اگر هلم هم قوی شده آیتم های آورایی قوی هن. خوبه واقعا دارک سیر میگم با انیگما این دوتا بالاترین وین ریتا رو دارن که حالا خود من خیلی وقت این دوتا رو بازی نمیکنم اما برسیم به معجزه این پچ ویچ دکتر ویچ دکتر Uh, واقعا معجزه پچه اونم فسط وسطی یعنی چپیا راستیا رو ببندین روش فسط وسطی رو ببینی بگیرین که شما فقط با ارزم به حضورتون که 35 تا بانا میدین و هیل میشید سیتا تا همینجوری پرسه کیل میشین و ام در واقع 3 تا دمیج می پرسک پرسکنس روشم هیل میشید خیلی میارزه به اون مانای کم با مانا پرسکش 8 تا دونه اصلا اون 35 تا رو برش کن 8 دونه پرسکن مانو ازتون کم میشه 15 تا هیل میشین 3 تا دمیج میزنید خیلی اصلا اینو نمیگیرن کسک نمیگیرن دو پر میکنن راه میرن بغلت میمیری یعنی ویچ دکتر آفلاین ویچ دکتر 4 ویچ دکتر 5 زور میگه وحشتناک توی لاین زور میگه و باش همه چی میشه خرید دیگه کایا سنج نمیدونم اگه کچ نداشته باشید ایتوس نمیدونم بلادستون نمیدونم اگه گیم خیلی توالت بود رادیانس هرچند خیلی رادیانس رو توصیه نمی کنم اگه اینکه واقعا خیلی وحشتناک لاین رو زده باشین ولی هرچی دوست داشته باشه اسپیریت وسل میتونه بخره و یه ذره خودش رو صفر کنه و اگه هیرو نمیره کامل دمجی که میده وحشتناکه ویچ تاکتر آفلین هم هست تست کنید فوق است با این فسط وسطی حتما تست کنید این ایتش هم که گریس گریس عالیه دیگه گلدی که قراره با مردن از دست بدین و بهتون برمیگردونه این اصلا یکی از بهترین این های شاید کل بازی الان سنتور و عکس و السی و نایتستاکر و ونج و اینا که توی پچ قبلی هم جز بهترین هیروها بودن با ویسیج هنوزم هستن الدرو رو من بهتون گفتم آفلینش قویه هنوزم به نظرم خیلی قویه منتها خب الدر پلیرها کمن میارزه الان بشینید یاد بگیرید پاج هم یکی الان از بهترین هیرو ها حالا چه آفلینش چه ساپورتش خصوصا از وقتی که این هوکش و فستش رو قوی کردن دیگه کسی این استرنگتر رو نمیگیره پچ قبلی که من پاجو گذاشته بودم همه این استرنگتر رو میگرفتن دیس ممبر اینکریز استرنگت ولی الان این هوکه چون سرعتش هم زیاد میکنه رنجش هم زیاد میکنه با ایترلنز اصلا واقعا یه چیز عجیب غریبی شده با ایترلنز از کجا میکشتت کلی بهت دمیج میده و جز میگم پدیده پچ دیگه پاجم فوقلاد است چه ساپورت چار پنج چه آفلین میپو رو هنوز گذاشتم میپو و برود دیگه آرک آفلین نه ولی میپو برود و آفلین هم میتونید بازی کنید اسلاردار وین ریتش الان اومده زیر 50 درصد اگه استاتش رو چک بکنم ترندش رو آره خیلی اومده پایین ولی اونایی که اسلاردار زیاد بازی کردین از پچه قبل من هنوز خصوصا توی رنگ های بالاتر توصیه میکنم یه ذره با کریایی که اومدن مثل ترول و ویور و اینا ممکنه تو لاین به مشکل بخورید یا وینج ولی هنوزم فکر میکنم بد نیست وین ریتش میگه خوب نیست خلاصه در شرف حسب شدن از لیست اما من دیدم خیلی پرو پلیر ها هنوز اسلارا رو قبولش دارن نکرو رو قبولش دارن و بازی میکنن من اینا رو گذاشتم اینا خلاصه آخرای لیستن ونومنسر همینطور خصوصا از وقتی این مار سه تا شارژ میده الان دیگه میتونید کورش رو با این فست بازی کنید حتی میشه کری بازیش کرد اما میگم باید هیرو رو مستر کنید زیاد بازی کنید اینجوری نیستش که بگم آقا بیا این فست رو بگیر وینه نه با این سمت نمودار با این سمت هیروها با سمت چپ شما راحت تر وین میگیرین تا با این سمت و این سمت رو باید خیلی بهشون مسلط باشی مثلا وین رنجر رو واقعا خیلی خوب بازی کنید. تا ببرید دابل چکل خوب بزنی نمیدونم اه، مثلا اه، نمیری باهاش به این راحتی خوب فارم بکنی فارمش ضعیفه اگر مسلط نباشین یه ذره شاید سخت باشه که خلاصه بخوایم با این ور نمودار وین بگیرید انیوی anyway, اینا از آفلینا بریم سراغ پوزیشن چهار که دارک ویلوه دقیقا بهترین هیروهایی که دوتا تو پروترایکر به ما میداد خصوصا تو رنگ های میگن بالا پروها انیگما دارک سیر ویچ داکتر و دارک ویلو اینا بهترین هیروهای بازی الان اونم به خاطر این فست ثورنی تیکتش همین برامبل میزش که گیرد میشه خیلی خیلی چیز قویه، همه همینا میگیرن و بغل ساپورت های مثل کلاک پاج یا نمیدونم بغل خیلی از کورا که میخوان به روی یکی شیشش دمیج خیلی زیادی میزنه و خیلی میارزه جدا از این نیتی که داره که توی لاین خلاص هر چی خودش رو اچ پی مانش رو ریجن بکنه توی حالت دوش اگر این کار بکنه پر میشه اینم خیلی 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 کمک میکنه به اینکه دارک ویلو بخواد بهترین یکی از بهترین هیروهای این پچ بشه کلا پدیده های این پچ میتونم بگم مثلا از کریا لایف استیلر از مید لینر را شادو از آف لینر را ویچ داکتره حالا مثلا ویچ داکتر اینم دارکسیر هر صداش خیلی قویان از ساپورت ها شاید بشه گفت کلاک یا دارک ویلو یا مثلا اسپریت دارک ویلو اینا اینا دیگه قوی ترینان یعنی دیگه تاپ تاپ هیروهای پچن اسپیریت بیکر واقعا فوق است اینیتی ای که داره اصلا شاید متوجه نشین ولی کلا این 50 درصد مور اکسپریانس وقتی خودش پایین ترین لول باشه یا هر کس دیگه ای اصلا این انقدر کمک میکنه که عجیبه اصلا حس نمی کنی از کجا داری میخوری ولی میخوری فستاش هم هر دوش است چه بخواید خیلی ملت رو فورس کنید بیارید سمت خودتون چه بخواید خودتون رو نجات بدید و سریع فرار کنید فصل تاش جفتش بسته به تله استایلتون فوق است این ایتشه که عجیب غریب قویه این 50 درصد اکسپریانسی که میگیره خیلی عجیب عجیب غریب قویه و میگم خیلی وقتا تو از این مثلا فصل... از این اینیت نمیدونی از کجا داری میخوری مثلا اوراکل که رونو پیش بینی میکنه این اینیت ها ولی عجیب غریبه دیگه یعنی میدلینره یه هم میبینی داره فشارت میده چرا تو چون تو تیمشون اوراکل هست اینا از خود اوراکل تو اینو حس نمی کنی از یه جای دیگه بالا سرت میاد اینا این ایت وحشتناک قوی کلاک همینطور با این بیشتر دارن این پاور کاگر رو میگیرن که بزرگتره و خیلی دارن با این بازی میکنن الان کلاک ورک خیلی قوی شده هم چهار هم خصوصا پنج خصوصا پنج بغل هیروهایی مثل ویور مثل ونج مثل ترول مثل همین وینر کریای رنج که خیلی قوی یا یعنی کریای میلی مثل ارسا که اگر طرف رو بگیره چند تا اتک بهش بده اذیت میشه طرف وقل اورسا مانکی اینا خیلی ساپورت قویه کلاک بگذاریم آبادون همچنان فکر میکنم خیلی قویه وینرتش بالاست الدر همینطور ویچ داکتر رو بهتون توضیح دادم با همون لول دوش حالا یه سری ها دو پر میکنن اصلا یک نمیگیرن دو سه پر میکنن یه سریا ها یه دونه یک یه دونه سه میگیرن دو پر میکنن یه سری ها نه یه دونه دو میگیرن با ساپورتش یک سه پر میکنن اینم هم دیدم همه جورش رو دیدم و همه جورش هم بسته به شرایط بازی قویه به پلی خودتون ربط داره آن داینگ دا هم چهار هم پنج فوقلا است بازیش کنید حتما حالا چه بخواید با سول پیل بدید چه بخواید با شیشتون دمج بدید مثلا اگر یه ذره فضا رو دارین که تانک کنید و برید جلو این چپیه بهتره اگه یه ذره مثلا آن دارین که پنج دارین بازی میکنین حالا خیلی شما تو اون گیم فکر نمیکنید بتونید تانک کنین اون راستیه که هیل میده بهتره ارزم به حضورتون که وینج رو توضیح دادم ونج، برای ساپورتش من گفته بودم چپیه رو بگیرید هنوزم میگم اینا هرچند این راستیه رو هم برای ساپورتش واقعا میگیرم به خاطر اون بیس اتک تایمش که میشه یک و نیم از یک و هفته هم. دو بیس اتک تایمش که همیشه خیلی سریعتر اتک بیده تو لاین تاثیر داره یعنی این تو لاین خیلی توی تریدش تأثیر داره یعنی ایرادی نداره با ساپورتش همین میلیه رو بگیرید ولی هیچ آیتم میلی نخرید فقط و فقط سر همین بیس اتک تایم اما خب برای ساپورتش این یکی رو تعبیه کردن دیگه اون تو ویدیو قبلی صحبت کردم راجبش ویور فوق العاده است چه کری چه ساپورت حتی چه 4 چه 5 تیرینت خیلی خیلی وین ریت بالایی داره تیرینت خیلی خیلی وین ریت بالایی داره 52 52 حالا تو رنگ های پایین تر کمتر من بیشترم واقعا تیرینت برای رنگ های بالاتر هستم شمن هر چقدر نرف گرفته هنوز هم فوق العاده است خصوصا این فسط چپیه که با هکسش میتونه دیسپل کنه عالیه واقعا اینیتش فوقلاده است که مثل یه ایان دیسک داره اینو با خودش هنوز قویه یعنی شمن رو درست نرفش کردن ولی نگاه کنید ترندو همه رنگ ها بالای 50 درصد وین ریت داره خصوصا هیرو چون تاور دمیج داره بونتی فوقلاده شده باز دوباره میگم این چپیه برای لاین پوش دادن شوریکن کنتاسه عالیه این راستی قبلا یه چیز اضافه ایه که نسبت به قبل گلد بیشتر داره میگیره دیگه ساپورتش رو بازی میکردین این حالتی بود اگه اسکی ویف ویو کلیر لازم دارید حتی با ساپورتش این شپیر میتونید بگیرید وین رایت خوبی هم داره بونتی به نظر 54 درصد تو ایمورتال 52 52 51 50 یعنی هر چی رنگ بالاتر به نظر انگار بونتی بهتره به خاطر اینکه خب شب بازی تیمی یه ذره بونتی براش مهمه دیگه ناگای ساپورت رو من خودم گذاشتم وین ریتش معلوم نیست اینجا یه سری جا مثلا اینجا 53 بقیه جا زیر پنجا. ولی چون ساپورت کری قاطیه نمیشه خیلی گفت من فکر میکنم که ناگا 4 اگر بشینید بازی کنید میارز خود سنگ ماکرو قوی دارید مثلا برود و آرکو بهتون پیشنهاد دادم یا میپو تو ساپورت من واقعا ناگا 4 رو بهتون توصیه میکنم اسکای جکیرو هم اضافه کردم حالا جکیرو رو هم به 4 و هم 5 اضافه کردم جکی رو این راستیش که شوخی لیکوید فراستش لیکوید فایر رو همیشه بگیرید و این دابل خیلی کمک میکنه دیگه به حالا واردی وارد دی وارد کردن و حالا چه میدونم هر چیزی که لازم باشه بزنید وارد شمن بخواد بزنه وارد ابزرو وارد سنتری وارد بخواد بزنه یا هر چی تو این بخواد بزنه وارد پاگنا بخواد بزنه اینا خوبه جکی رو اینش خیلی دابل کمک میکنه اسکای رفتم باز با من بیشتر این فسط شیلد آف ساین رو دوست دارم هرچند یکی هم بد نیست ولی مانا کم میاره اصلا برای کولدانه به کولدانش بخواد کم بشه همین شیلد زنده بمونه اینم جز هیرایی که زنده بمونه خودش دمیج میده برای پنجم خیلی با چهار مشترک کلاک فوق است دارک فیلو عالیه آبادون عالیه پاج عالیه اوراکل گفتم به خاطر اینیتش فوق است با ساپورتش بیشتر هیلو میگیرن ولی هیچ ایرادی نداره به نظر من اگر اسپلمپ رو هم با ساپورتش بگیرید خصوصا اگر اسس میکنید لاین فشار میدید چرا که نه اسپلمپ رو میتونید بگیرید یا تو بازی اگر اساس میکنید دمیج کمه چیز بدی نیست کلا ولی برای ساپورتش این هیلر رو میگیرن برای کورش که 100 درصد دمیجه رو میگیرن اما با ساپورتش هم میشه حتی امتحان کرد هیل بهتر آن رو صحبت کردم فونیکس فوقلاده است باز من دیدم هنوز ملت داینگ لایتر رو میگیرن هرچند که این هاتسپات ساندریش اصلا نمیدونم خیلی قویه نمیدونم چرا ملت اینو نمیگیرم من اینو بیشتر دوست دارم ولی خب بیشتر ملت دارم با داینگ لایت بازی میکنم پروفیشنال پلیر رو و هنوز جزو بهترین هیراس وایورن علاوه بر پنج دیدم چار و سه حتی میدلین دارن بازی میکنم وین هم بد نیست واقعا واقعا بد نیست رو <تصفح> کورش دارن اینو میگیرن روی ساپورتش دارن اینو میگیرن حتی یه وقتایی رو ساپورتش اینو هم ممکنه بگیرن خصوصا رو پوزیشن چارش اگر قرار عتک اتک بده در نهایت هر جو فستاش فوق العاده قویه ترین همینطور برای پنج لیچ یکی از جالب ترین <تصفح> چیزا ساپورت هاست. که عوض هم شده اینیتش الان مانوش برسه کریپ که میمیرن ریستور میشه الان این فستی که هم فراست شیلد رو قوی میکنه هم چین فراست و یعنی گروینگ کل رو من بیشتر توصیه میکنم این چین فراست خصوصا اگه مثلا حالا چه میدونم استان مستان و خصوصا ای, ای کنترل کم دارین شاید بشه اینو گرفت ولی در کل من این راستیه رو بیشتر دوست دارم چین فراست بیشتر فراست شیلد قوی تر جو فسادش قویه اما نمیتونم بگم اینم ضعیفه اینم توی یه سری شرایط که حالا میگم ای, ای کنترل کم دارین بد نیست خوبه اگه بتونین همه رو بغل هم بگیرین استان کنین مثلا مگنوسی نمیدونم استور می آقانی می آرینای مارسی چیزی داشته باشین آره دیگه راستی عالی اصلا چپی رازم نیست ولی اگر اصلا هم چیزی ندارین دیسیبل خیلی کم دارید خب چپیه چیز خوبیه که طرف نتونه بیاد توی فایت حتی اگه چه این فراس خورد نتونه بیاد تو فایت لیچ فوق العاده است ونج رو گفتم شمن گفتم ویش رو گفتم وارلاک هنوز بد نیست تو رنگ های پایین که خیلی وین ریت زیادی داره 57 58 هر چی میاد بالا فکر کنم دیگه بیاد زیر 50 و... نه 50 دقیقا هر چی میاد بالاتر دیگه وین ریت کمتر میشه به خاطر ضعفش تو لاین و یه سری ضعف های اول بازی که داره وارلاک خصوصا توی رنگ های پایین بیشتر بهتون توصیه میکنم ولی تو رنگ های بالا باز کمتر و این بود از متای هفته سی بی دیگه که به نظر من خیلی شبیه به قبل با یه سری تفاوت ها و الان کلا هفته سی بی حالتی شده که شما تقریبا هر هیرویی رو بخوای خوشت بیاد یه جوری یه سبکی پیدا کنی و باش وین بگیری هرچند من هر موقع که ویدیوی تحلیل پچ و متای پچ میدم فرداش پچ میاد در اینجا اگر فردا هفته و سی و اومد اصلا نگران نباشید من دوباره متاش آپدیت میکنم براتون و خلاصه بهتون میگم چی خوبه فعلا با هم اینا ببینم چیکار میکنید من همه رو انتخاب کردم اگر هیروی دوست دارید که توی این لیست نیست فکر نکنید ضعیفه شاید شما بتونید با اون هیرووین بگیرید من اینا رو برای پیشنهاد به عموم تکرار میکنم گفتم واسه همین اینا برای میگم دیگه کلا برای اینکه یکی بخواد شروع کنه اینا رو یاد بگیره اگه هیرو خیلی خوب بلدی و داری ازش نتیجه میگیری ولی توی این لیست نیست نگران نباش فکر نکن به درد نمیخوره و به نظرم با همه هیرو الان اجرایی میشه بازی کرد بوس بهتون تا ویدیوی بعدی فعلا.